بسم الله الرحمن الرحيم جرانو محسلينو تلحر صدمخة ده بشريات ستر لارخوت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ستر تلباتي او نهي ردنكي تحفة درواندكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلسلة دروس مزمون جرافيكي انجنيري سمستر دوم ان شاء الله امروز آغاز می نمایم با سیومین جلسه. امیدوار استم تا آخر جلسه ما را همراهی نمایید. سیومین جلسه دوستا پیرامون موضوع ارتسامات اکسونومتری است. صحبت میکنیم ارتسامات اکسونومتری به کدام ارتسامات گفته میشه و سرسایر مسائل انواع و اقسام ای ارتسامات. خب در این تصویر ما دو نوع پرنده میبینیم. یکی از این پرنده ها به نام ایگل یاد میشه و پرنده دیگه به نام سیگل یاد میشه. هدف از آوردن از این تصویر در چی است؟ خب پرنده ایگل یک پرنده است که به نام پرنده بلند پرواز هم یاد میشه. عقاب پرنده با همت است که میتونه به ارتفاع بسیار بلند پرواز کنه و همچنان در از به دریاها غوطاور شد و از دریاها ماهی ها را به خود شکار کنند. اما پرنده سیگل یک پرنده است که ای میتونه لاش های ماهی های خود مرده را از سطح آبای سطحی از سر آبای سطحی بحر ای بخوره و داخل آب رفتن نمیتونه. یک پرنده تنبل است. پس اگر ما انسان ها را هم مقایسه کنیم، انسان ها باید در دو کتگوری مطالعه میشه. انسان های که زحمت زیاد میکشد، تلاش زیاد میکشند و انسان هایی که تلاش کمتر میکشند. پس چیزی باز که ما و خط مشر بهترین عالم عمل کنیم که انسان باید یک مؤمن کامل باید یک روزش از روز دیگه خوبتر باشه. اگر دو روز یک مؤمن یکسان است، مؤمن در زیان است. باید امروز ما از فردا، امروز ما از دیروز خوبتر باشه و فردای ما از امروز خوبتر باشه. پس باید تپ و تلاش کنین، زحمت بکشین تا بتانین به قله های موفقیت خود برسانین. البته بعد از فراگیری این لکچر ما قادر میشیم تا مسائل زیل و درستی بفهمیم. لکچر بسیار پر ارزش و پر اهمیت است. کوشش کنین که به دقت متوجه باشین تا این مسائل را بفهمین. دوستانو د دې لیکچر په پایله کې موږ تاسو قادر په دې کېږو یا په دې باندې موږ توانیږو تر څو د دې مسایلو باندې پوه شو. ارتسامات اکسونومتری و انواع آنها. ارتسامات اکسونومتری چی است؟ به کدام کتگوری ها تقسیم بندی میشه؟ اهمیت ارتسامات اکسونومتری در پرکتیک انجینری چی است؟ در نقشه ها زمانی که ما به شکل سی بودی اجسام ترسیم میکنیم از چی اهمیت برخوردار هستن اینا؟ ایزومتری و ترمینولوژی استفاده شده در او چی است؟ هر مبحث از خود لغات تخنیکی و ترمینولوژی خاص خود داره. ترمینولوژی ای بخش در چی است؟ طرق ترسیم محورات ایزومتری به کدام شکل ما محورات ایزومتری را ترسیم میکنیم؟ طریقه ترسیم ایزومتری یک آبجکت برویت نماهای داده شده. البته در لکچر قبلی ما شما از روی سی بودی دو بودی را ترسیم میکنیم، نقشه ها را ترسیم میکنیم. اما در این مبحث ما برویت پلان یا نقشه ها یا دو بود یا تودی ما قادر به این میشیم که سی بودی را چطور رسم کنیم یا تریدی را چطور رسم کنیم. جاگزین نمودن نقاط روی محورات ایزومتریس به کدام شکل ما نقاط ترسیم میکنیم؟ روی سطوح مایل باشه یا سطوح قائم باشه. ترسیم زوایا، دوایر و منحنی های غیر منظم در ایزومتری به کدام شکل صورت میگیرد؟ ارتسامات اکسونومتری در پرکتیک انجینری از اهمیت زیاد برخوردار هستند. قسمی که اگر ما در نقشه های مهندسی ببینیم ترسیم اشکال، ترسیم اشیا، ترسیم ساختمان ها در دو بود به صورت پلان یا به صورت نقشه از برجستگی خاص برخوردار نیستند. نیاز به این میشه که ما نسبتاً تصاویری که عام فهم باشه بر اشخاص غیر فنی و مسلکی و بر همه در کل نقشه های ما قابل فهم باشه، از برجستگی بالاتر برخوردار باشه. پس نیاز به این میشه تا ما
ارتسامات اکسونومتری یا به صورت سی بودی در نقشه ها ما ترسیم کنیم ساختمان ها و پرزجات هم. پس اکسونومتری از دو کلمه در مجموع مشتق شده، از دو کلمه گرفته شده. یک از او کلمه های ما به نام اکسون است و دیگهش به نام متریک است، یعنی مفهوم محور و اندازه رو با ما میده. یعنی اندازه ها روی محورات جاگزین میشه تا در کل در مجموع ساختمان یا پرزه به صورت سه بود ترسیم شود. و یا به عباره دیگه ما شما اکسونومتری را قسم تعریف میکنیم که مرتسم یک آبجکت است همراه با سیستم کوردینات اصلی X, Y و Z. یعنی سرکار ما در دو بود با دو محور، اما سرکار ما در سه بود با سه محور است X, Y و Z. نظر به ضریب انحراف محورات X, Y و Z، ما اکسونومتری در کاتگوری های Z مطالعه میکنیم. نظر به دیس دی مرتس دی حوزه یا دی ساختمان یا دی اکسونومتری محورات به کوم شکل باندې شتون لري، موږ اکسونومتری په دریو کټګوري کې تقسیم کوو. یو ایزومتری ده، دوم دیمتری ده، او دریم تریمتری ده. زه هر کوم دې نظر په محوراتو ترمنځ د زاویې شتون او انحراف محوراتو دا یو له بل سره توپیر لري. لومړی په ایزومتری کې درې زاویه، د ای زاویه، بی زاویه او سی زاویه دا درې زاویه سره مساوی دي، او په همدې ترتیب د محورات طول هم سره مساوی ده. سه دلته د شکل ته د دې ایزومتری ترسیم وي. در دیمتری دوستا دو زاویه با مساوی، زاویه ای و بی مساوی، زاویه ای و سی مساوی، زاویه بی فرق داره. و در تریمتری سه زاویه، زاویه ای، زاویه بی و زاویه سی هر سهش با هم مساوی است. رخ محورات، محور زاید البته میتونه به طرف پایین باشه، میتونه به طرف بالا باشه، و به می ترتیب دو محور دیگه، محورات X و محور Y هم میتونه 30 درجه به سمت پایین و یا 30 درجه به طرف بالا جدا شده باشه. او تعلق بستگی به تمرکز در جسم داره. اگر ما تمرکز بیشتر روی قسمت فوقانی جسم داشته باشیم، پس محور زاید به سمت پایین میاد، و اگر روی طرف بالاش ما داشته باشیم، این به سمت بالا میتونیم ما محور زاید ترسیم کنیم. خب که در سیستم های شرقی و غربی با هم فرق میکنم موقع ترسیم محورات. محور X و Y به سمت بالا در سیستم های غربی رسم میشن، ولی در سیستم های غربی 30 درجه به سمت پایین، که در سلاید بعدی انشالله سرش بحث میکنیم. و در تریمتری عرصه زاویه، زاویه A، زاویه B و زاویه C، عرصه زاویه از لحاظ اندازه با هم فرق میکنن. و چی فرق دارن در کل؟ در کل فرق از اینا در ای است که ما از ایزومتری بیشتر استفاده میکنیم، چون ترسیم ارتسامات ایزومتری یا ترسیم پرزجات ساختمان ها به صورت ایزومتری نسبتاً ساده تر از ترسیمش. اما دیمتری و تریمتری نسبتاً ترسیم از اینا مغلق تر است و بیشتر در بخش ماشین سازی بر ترسیم پرزجات استفاده میشه، که پرزجات یک بودش نسبت به دو بود دیگه از لحاظ دایمنشن یا اندازه تفاوت فوق‌العاده داره. به او خاطر ما دیمتری از روی ترسیم میکنیم و یا تریمتری از روی ترسیم میکنیم. خب امروز بحث دیمش ارتسامات ایزومتری ده. ایزومتری پروجکشن چشته وی تصویر سه بودی ارتسامات ایزومتری که با مقیاس مساوی روی عرصه محور توسط خطکش تی و گونیا از طریقه های که بعد ما شما روی از او بس میکنیم، با تقاطع محورات افقی و قائم الزاویه، دو محور افقی تحت زاویه 30 درجه با خط افق قرار داره و محور عمودی تحت زاویه 90 درجه که محور زاید از قرار داره. و یا به عباره دیگه ایزومتری عبارت از روش نمایش همزمان عرصه نمای یک آبجکت است. ایزومتری که دیزومتری پرسمول که مرش دره نما و گرد سره یهو تصویر کرده، مقابل نما، افقی نما او جانبی نما طول مرش این وقتی خیلی یو پرزید رسمول لپاره، او دغه ارتسامات ده موازی ارتساماتو لجمله نرسی از مخویله. ارتسامات په دوو غټو برخو باندې ویشل کیږي، یو مرکزی ارتسامات دی او یو موازی ارتسامات دی. ایزومتری په موازی ارتساماتو کې شمیرل کیږي.
در سیستم شرقی قانون قسم است که محورها در اینجا قسم جاگوزین میشه، محور زرد به سمت بالا ترسیم میشه و محور X و محور Y به زاویه 30 درجه از خط افقی فاصله دارند. و در سیستم های غربی اگر ما این خط افق بگیم، در سیستم های البته شرقی من جمله در پانتون های داخل کشور و پانتون پلی‌تکنیک کابل، ما دو محوره، البته محور X به صورت عمومی و عام و این محور Y، دو محور ما به زوایای 30 درجه و 30 درجه از افق فاصله داره و به می ترتیب این هم محور و زید ما شما قلم داد بکنیم که در مجموع به صورت عام محور X میشه، محور زید و یا محور Y. محور زید تحت زاویه 90 درجه با افق قرار داره و محور X و Y به زوایای 30 درجه قرار داره. طول محورات زید X و Y تعلق به طویلترین بود پرزه داره، ولی به صورت مساویانه اندازی از ایران ما ترسیم میکنیم. به این ترتیب خطکش 30 درجه، 30 درجه مانده میشه، مثلث 30 درجه و توسط خطکش تیمانن و خطکش عمومی ما شما خطکش های معمولی را ترسیم میکنیم. خب خود ایزومتری نظر به موقعیت دورانی محور و موقعیت دورانی خود پرزه البته در سه کتگوری مطالعه میشه. در قدم اول رگولر ایزومتری است، ایزومتری معمولی. ایزومتری معمولی عبارت از او ایزومتری است که محورات به حالت معمول یا عامش است. محور زید پایان است اینجا، محور X و محور Y و به می ترتیب تمرکز بیشتر در ایزومتری معمولی روی قسمت فوقانی پرزه است. اگر تمرکز بیشتر روی قسمت تحتانی پرزه باشه، در اینجا تمرکز در روی قسمت تحتانی پرزه است. در اینجا ایره ما شما ایزومتری چی میگیم؟ ریورس اکسس ایزومتری میگیم یا ایزومتری محور واژگون میگیم. خب در صورت که قسمه باشه که روی یک بود تمرکز بیشتر باشه، مثلا پرزه های بسیار طولانی طویل است در بخش ماشین سازی، ما در اینجا از ایزومتری لانگ اکسس ایزومتریک استفاده میکنیم یا ایزومتری محور طویل استفاده میکنیم. اینجا شما میبینیم که بیشتر پرزه ما تمرکز روی یک طرف روی محور طول بوده و به میترتیب محور زید هم انحراف کرده در اینجا. پس به اساس ما ایره لانگ اکسس ایزومتری میگیم، یعنی ایزومتری به مجموع که نظر به دیس پرزه چه رقم شتون داری، به کم شکل شتون داری، پس شکل یا پس دول انحرافی کرده، بدره و برخو معمولی ایزومتری ده او بل ریورس اکسس ایزومتری ده. محور التا یعنی چپسوی یا سرچپسوی او لانگ اکسس ایزومتری ده به اجدو پرزو که دامش پام کنی سوسی او بود دی پرزه دیر تمرکز بغباندی وی مجد دینا استفاده که دی لانگ اکسس ایزومتری. ده هر هغه موارد لپاره سه ویلکی، ده هر مضمون لپاره سه ویلکی یو ترمینالوژی ده، سه بغه که لغات، سه بغه موضوع که استفاده کیگی اغه مش بپارو. به ایزومتری لپاره هم مش یو ترمینالوژی لرو. دره محور ده ایزومتری سه اکس وای او زید محور ده، ده ایزومتری ده محورات پنامه اکس وای او زید. هر او خطی که موازی به محورات ایزومتری قرار داشته باشه او خط خط ایزومتریک میگن. مثلا میایم ما شما در اینجا گفتیم قسمی که قبلا هم اشاره انداختیم، ما دو شکل محورات ایزومتری را ترسیم میکنیم، سیستم شرقی به این ترتیب و دیگه سیستم غربی. در سیستم شرقی دوستا ما به این ترتیب محورات داریم که بالا این محور محور زید میشه، این محور محور وای میشه و این هم محور اکس. و در سیستم غربی ما قاعده قسم است که 30 درجه به طرف بالا جدا میشه،
این محور محور زید میشه، این محور محور وای میشه و این هم محور محور اکس میشه. آنی مثلا در اینجا ما سیستم کمیات وضعی قایم اینجا گرفتیم، هر او خطی که موازی به محور X باشد، در اینجا خطوط ما شما موازی به محور X در کجاست، موازی به محور Y در کجاست و موازی به محور Z در کجاست. مثلا موازی به اینی محور محور Y است، موازی به محور Y، موازی به محور Y، موازی به محور Y، موازی به محور Y و موازی به محور Y. اینی خطوط کلش خطوط ایزومتریک است. دیگه خطوط ما که موازی به محور زید هستند، موازی به محور زید، موازی به محور زید و به می ترتیبی نمی خود خط موازی به محور زید، پس خطوط ایزومتریک است. پنده توگه کم خطون است موازی به اکس محور دی، دا خط موازی به محور دی اکس ده، دا خط موازی به محور دی اکس ده او دا خط موازی به محور دی اکس ده لده خط سره، دا خطون هم ایزومتریک خطون دی. نور کوم هغه خطونه سه موازی په محور ندی، دته غیر ایزومتریک خطونه ویل ک کوم خط لکه دغه خط مایل خط ته موازی ده هیڅ مستوی سره نه ده، لکه دغه خط یو مایل خط ته دته هم مرش غیر ایزومتری یا نن ایزومتریک لاین سولته وی. به می ترتیب دوستان ما مستویات ایزومتریک و مستویات غیر ایزومتریک داریم. اگر یک مکعب ما مد نظر بگیریم، ای وجوه مکعب ار وجه هزی موازی به یک مستوی ارتسام است. مثلا این مستوی موازی به مستوی ارتسام افقی است، ای وجهش موازی به مستوی ارتسام مقابل و ای وجه هم موازی به مستوی ارتسام جانبی می باشد. پس به این خاطر این یعنی مستویات ما مستویات چی میگه؟ مستویات ایزومتری میگه. اما اگر در ای پرزه نگاه کنیم، ما ای وجه ها موازی به هیچ یک از مستویات ارتسام نیست، به این خاطر ایره مستوی غیر ایزومتری میگن. هر اغا سطح یا هر اغا مستوی سه موازی ده اساسی مستوی و سروی اغا تا ایزومتری مستوی وی، او هر اغا سطح سه موازی نوی ده اساسی مستویات و سر اغا تا غیر ایزومتری یا نان ایزومتریک پلین وی. طریقه ترسیم محورات ایزومتری را قبلا هم ما شما گفتیم، میتونه ما شما محور زید به طرف بالا باشه و دو محور سی سی درجه به دو طرف جدا شده باشه، به این ترتیب خط کش میمونیم و محورات ترسیم میکنیم. و یا اگر ما یک مکعب خواسته باشیم به این ترتیب رسم کنیم، اندازه‌اش از پلان گرفته و در اینجا انتقال میدیم و به این ترتیب این مکعب رسم میکنیم. خب در صورتی که ما بخوایم مثلا به دو شکل ایزومتری از این پرزه را ترسیم کردیم، یکی به صورت رگولر است، به صورت معمولی است، اینجا تمرکز بیشتر روی قسمت فوقانی یا بالایی پرزه بوده، اما در ریورس ایزومتری تمرکز روی قسمت تحتانی یا قسمت زیر پرزه بوده، این را ریورس اکسس ایزومتری میگن. ما بیشتر از رگولر ایزومتری یا معمولی استفاده میکنیم، چون در اینجا بیشتر پرزه ما دیده خوبتر و واضحتر دارم. ایزومتری گرچه او نقصون پرسکیدی، یعنی ده دریبودی رسمولو ده ساختمانو ده ودانیو ده اشکالو ده پرزو ادوانتیج گرچه پرسکیدی او دس ادوانتیج ده نقص پرسکیده. اول ادوانتیج یا ده گرچه پرسکیدی که دسته ایزی تو اندرستند پر دیر آسان سره هر الاسوکس مسلکی هم نوی کلسه دیو جسم دری بودی دیو ودانه دری بودی وگوری اغا پی پویگی. او دس ادوانتیج ده ده نقص پسکه ده ده ایزومتری یا ده دری بودی رسمولو نیمگرتیاوی پسکه ده، ده ده نیمگرتیاوی ده شکل او ده زاویو مغلقتیا که ده. لکه مثلا که چیر مروتاس دلتا یاو دایروی سورای لرو، پا اصل که پا پلان که یاو دایروی سورای ده، دلتا داغه سی او دایروی سورای ده، اما په ایزومتری که داغه دایره په شکل ده بیزوی لیدل کیگی، سا دایه یاو نقص ده. او بلا نیمگرتیا ده ده داده سی قایمه زاویه په شکل ده هاده لیدل کیگی، یاو انحراف کوی، دایه بلا نیمگرتیا وی. نواقص ایزومتری ده ایست که
دوائر به شکل بیضوی دیده میشه انحراف میکنه و زوایای قائمه هم انحراف میکنه به شکل زوایای حاده دیده میشه. خب زمانی که ما شما با ایزومتری معرفت حاصل کردیم، ولی میم از ترسیم ایزومتری یک نقطه آغاز میکنیم. ایزومتری یک نقطه را چطور ما رسم میکنیم؟ زمانی که ایزومتری یک نقطه را فهمیدیم به ما آسان است، چون از اتصال دو نقطه یک خط به وجود میاد، ما میتونیم ایزومتری خط رسم کنیم. وقتی ایزومتری خط هم پیدا کردیم، ما میتونیم که ایزومتری سطح را قادر به این میشیم ایزومتری سطح را رسم کنیم، چون یک سطح از مجموعه بی‌نهایت خطوط ساخته شده. و زمانی که ایزومتری سطح را فهمیدیم، ما قادر به این میشیم تا ایزومتری اشکال در مجموع اجسام ما بتانیم ترسیم کنیم. پس میاییم در اینجا به ما پلان نقطه داده شده یا نقشه نقطه داده شده. این مرتسم مقابلش از ای زبر و ای کوچک مرتسم افقیش است. ما شما باید چی را بفهمیم؟ ما شما باید اول چی را بفهمیم؟ اول موضوع اکس نقطه را بفهمیم. از مبدا روی محور اکس تا این نقطه را اکس نقطه ایست. از مبدا به طرف بالا، یعنی از محور اکس به بالا، چی میشه؟ ارتفاع نقطه ای، یعنی زیت نقطه ای. پس هر نقطه ای که در نقشه در روی مستوی مقابل قرار داره، اون نقطه چی و چی داره؟ اکس داره و زیت داره. و می ترتیب مرتسم افقی نقطه به ما داده شده. در مرتسم افقی از محور اکس به سمت پایین وای نقطه ای میشه و از مبدای طرف اکس. پس هر نقطه ای که در مرتسم افقی یا در مستوی افقی قرار داره، او از خود اکس و وای داره. خب با ما مرتسم مقابل و افقی نقطه داده شده، میاییم در اینجا نقش سیبودی نقطه یا ایزومتری نقطه را ترسیم میکنیم. خب ایزومتری نقطه را چطور ترسیم میکنیم؟ ما محورات رسم میکنیم با سیستم شرقی. اول محور زیت رسم میشه، بعدا ما خطکش هم میمونیم، خطکش که ماندیم اینی فکر کنیم خط افقی است. با خط افقی 30 درجه جدا میکنیم، این طرف 30 درجه این طرف جدا میکنیم و خطکش هم میمونیم. اینجا یک نقطه، اینجا یک نقطه، مبدر از این نقطه عبور میتیم. این محور محور اکس میشه و این هم محور وای میشه. خب زمانی که کار کردیم، موضوع بعدی ما شما چی است؟ اندازه را از نقشه از دو بودی میگیریم، میاریم اینجا انتقال میتیم. اول روی محور اکس از مبدا تا اینجا روی محور اکس اندازه اکس است، اکس اندازه مو انتقال کرده تر دی زیر پوری. باز میاییم اندازه وای انتقال میتیم، از مبدا و طرف پایین روی محور وای ای وایش است. یعنی اینجا فرض کنین جدا کردیم، ای هم وای نقطه ای اکس نقطه ای. خب این طور که جدا کردیم، از اکس ای یک خط ما موازی رسم میکنیم به چی؟ به موازی به محور وای. و از محور وای یک خط موازی به محور اکس، یک خط موازی به محور اکس رسم کردیم. یکی دیگه خود اینجا قطع میکنه، این مرتسم افقی نقطه میشه. خب ما چون در اینجا کار نداریم با مرتسم مقابل نقطه، اگر اینجا هم زید شه، اگر خواسته باشیم این اینجا زید شم، از اینجا تا اینجا زید شه، زید هم جدا میکنیم. بعد از اکس ای اکس یک خط موازی به محور زید و یک خط موازی به محور اکس، این اینجا چی میشه؟ مرتسم ای یک زبر میشه، مرتسم مقابل نقطه. و اگر بخوایم مرتسم جانبی نقطه هم بخوایم کار کنیم، موازی به این محور که موازی به محور چی است؟ موازی به محور به می ترتیب موازی به محور وای و از این نقطه موازی به محور چی؟ موازی به محور میاییم موازی به محور زید، این خط ما موازی به محور زید است. خب بعدا چی کار میکنیم؟ ما موازی به تمام محورات از این نقطه یک یک خط موازی به محور چی رسم شده؟ موازی به محور وای و به می ترتیب از مرتسم ای دو در اینجا یا میگم ای دو زبر ما یک خط موازی رسم میکنیم به محور اکس البته. و به می ترتیب از نقطه ای یک یک خط موازی به محور چی؟ محور زد. تقاطع کل از اینا به ما چی میده؟ به ما یک میده. اما در اینجا ما او مرتسمای دیگه شه، به خاطر که از
خطوط اضافی ما جلوگیری کنیم، ما او خطوط دیگر را ترسیم نمی کنیم، فقط ما در اینجا امو حالت فضایی نقطه را یا ایزومتری نقطه را کار داریم. پس بسیار به صورت ساده میگیم که در اینجا ایزومتری نقطه A به این ترتیب رسم شده که X نقطه A روی محور X جدا شده، Y نقطه A روی محور Y و Z نقطه A روی محور Z. ما موازی به محور این نقطه یک چطور به دست آمده؟ از نقطه A X موازی به محور Y، از روی محور Y اینجا Y نقطه A موازی به محور X، تقاطعشان A1 به ما داده. ارتفاع Z تا ما سر نقطه A1 ماندیم و در اینجا حالت فضایی یا ایزومتری نقطه A به دست آمده، نه در ارتباط به مرتسم جانبی و مقابل نقطه در اینجا رسم نشده. خب به صورت ساده ایزومتری نقطه در اینجا ترسیم شده. بعد از اینکه ما ایزومتری نقطه گرفتیم، اگر ما سطح داشته باشیم در اینجا ایزومتری این سطح را چطور ترسیم میکنیم؟ البته در اینجا اکسونومتری هرم است. هرم یک قاعده پنزولی داره در اینجا و به میترتیب رست داره مرتسم مقابل و افقیش به ما داده شده. میخواییم ما ایزومتری ای هرم را ترسیم کنیم. موضوع مهمی که در اینجا بسیار پر اهمیت است اوی است که ما باید فاصله ار نقطه را، یعنی وای ار نقطه را ما بفهمیم و اکس نقطه را بفهمیم. اکس نقطه چقدر است؟ وای نقطه چقدر است؟ خب محورات ما ترسیم میکنیم، محور زد شد، محور وای و محور اکس. عرصه محور ما ترسیم کردیم. زمانی که عرصه محور در اینجا ترسیم شد، میاییم به موضوع وای هایشان و اکس هایشان که اکس ار نقطه چقدر است؟ وای هایشان. خب ما میخواییم که نقطه دی را اول رسم کنم. خب دوستان نقطه دی چطور رسم میشه؟ دی نقطه به چه رقم رسم میگی؟ دی نقطه دی اکس محور پا مخ پرته ده چرت موگه دلتا فاصله دی جانبی مستوی سر پا پام که ونیسو یا فاصله دی مبدانه، دی مبدانه دا فاصله دی جانبی مستوی سر نلری، یعنی اکس دی صفر ده. کلاس اکس دی صفر وی نقطه دی وای په محور باندې پرته ده، څونه د وای له محوره فاصله لري، د دې ځایه تر دې ځایه دا یې فاصله ده، دا فاصله د مبدی نه تر دې ځایه ږدو. این فاصلهش از کجاست؟ از خود مبدی کمیات وضعیه او را ما فاصله دادیم. خب ایره که ما شما فاصله دادیم، بعدا میریم به نقطه دی پیدا شد، میریم به نقطه ای. نقطه ای فاصلهش از نقطه دی ای اکسش میشه و به می ترتیب ای هم وایش میشه. اکسش هم از اینجا تا اینجا جدا کردیم از مبدا تا این نقطه را و وایش موازی به محور وای خط رسم میکنیم و در اینجا چی میشه؟ ای نقطه ای پیدا میشه، یا سر محور وای فاصله وای بانین، بعدا یک خط موازی به محور اکس رسم کنین، ای ایش میشه. نقطه دی رام داریم، ای رام داریم. فرض کنین نقطه سی را ما چطور پیدا میکنیم؟ نقطه سی فاصلهش از اینجا تا اینجا اکسش میشه و وایش از محور اکس به سمت پایین تا جایی که نقطه سی قرار داره این وایش میشه. اکس و وای داریم، میایم جدا میکنیم از مبدا تا این استقامت اکسش و اگر روی محور وای جدا کردین تا اینجا را وایش میشه که بعد موازی به محور وای اکس رسم کنین و موازی به محور وای رسم کنین، تقاطع از اینا به ما سی را میتونیم نقطه A و B تمام نقاط که رسم کردیم نقاط با هم نظر به پلان یا نقشه ارتباط میتیم، چون ای و دی در عقب قرار داره به صورت نامرئی است و خط منقطع نشان داده شده و میترتیب ای ما به صورت خط منقطع نشان داده شده. پندید بگه چیره دوستانو در منشور ایزومتری رسمکو فرق یا توپیرید هرم سرداده سه پاس هم دلتموش عین قیده دارو، یعنی دواره قسمت که پاسنه برخه اولاندنه برخه شکل ده سطحی دی نو ده مقابل نماده او ده هم پلان یا نقشه افقی نماده دی که بیا هم مجاوته سی ضرورت رو یوه نقطه دوامه درهیمه چلورم پینزه مشبکمه نقطه پیدا فاصله ده هر نقطه ده اکس ده محور سره ده دوی وای که مثلا نقطه سه از این نقطه تا این نقطه ایچی میشه وای نقطه سه میشه.
ما اگر از این جهت نگاه کنیم، نقطه 3 و نقطه 5 در نمای مقابل با هم منطبق هستند. مثلا از اینجا اگر شما نگاه میکنین، نقطه 3 و نقطه 5 در عین مسیر یا در عین ردیف آمده، نقطه 2 با نقطه 6 منطبق است، دوش که 5 و 6 در عقب قرار داره و به می ترتیب نقاط 3 و 2 و 1 در مقابل بیننده قرار داره و خطوط بین 3 و 4، 4 و 5، 5 و 6 هم نمره است. خب چطور ما شما این رسم میکنیم؟ میتونیم در اینجا ایزومتری های خرق ما رسم میکنیم، میتونیم که یک کنج از پرزه را به عنوان مبدا کمیات وضعیه بگیریم و یا ای که مبدا کمیات وضعیه را در مرکز خود پرزه قرار بدیم. در اینجا مبدا کمیات وضعیه را در مرکز خود پرزه ما شما قرار دادیم. خب ایره که در مرکز پرزه اینجا قرار دادیم، بعدن چی کار میکنیم؟ بعدن این مبدا کمیات وضعیه میشه و میایم سر موضوع فواصلش که اینا به کدام اندازه از مبدا کمیات وضعیه نقاط فاصله داره. این فاصله را هم با شما در روی این دیگه محور X ما میشه و این هم محور Y میشه. فاصله را ما میگیریم از اینجا تا اینجا، از مبدا تا نقطه 4، از مبدا تا نقطه 1، از مبدا تا این نقطه را و از مبدا تا این نقطه را، نقاط که ما اینجا نشانی کردیم، بعد نقاط با هم وصل میکنیم. نقاط که با هم وصل کردیم در اینجا موضوع سطح افقی ترسیم میشه و زیت از مرتسم مقابل میگیریم. این زیت هاست. زیت ها را هر نقطه را ارتفاع میتیم، نقاط که ارتفاع دادیم یا را با هم وصل میکنیم، به این ترتیب ایزومتری چی ترسیم میشه؟ ایزومتری یک منشور ترسیم میشه. خب دوستان، میاییم به این که یک دایره در ایزومتری چطور ما رسم کرده میتونیم. به خاطر ترسیم یک دایره در ایزومتری دو شیوه وجود داره. یکی از شیوه های از او به این ترتیب است که در قدم اول ما و شما باید موضوع چی را بفهمیم؟ در قدم اول ما باید این را بفهمیم که امو چک کرده بتانیم که آیا دایره را که رسم میکنیم و کدام شکل در هر مستوی ما ترسیم کنیم. اگر ای محور زید باشه ای هم محور اکس ای هم محور وای. خب دوستان میبینیم در مستوی مقابل، این مستوی ارتسام مقابل است، ما محور X و زیت داریم، محور Y نداریم در اینجا. پس محور Y چی است؟ محور غایب است، چون ما شما میفهمیم که بیضوی دو قطر داره، قطر بزرگ و قطر کوچک. پس در مستوی ارتسام مقابل محور Y بالای قطر اطول بیضوی عمود است. این قطر اطول بیضوی است. به این ترتیب ما شما میتونیم که بیضوی خود در مستوی ارتسام مقابل چک کنیم و ترسیم کنیم. این چی میشه؟ قطر اصغر یا قطر کوچک میشه و قطر کوچک منطبق به محور غایب است. این محور غایب محور وای است و قطر اطول چی میشه؟ محور غایب عمود سر قطر اطول میشه. و دیگه بعد میایم که این مثلا یک نقطه باید اینجا ما شما داشته باشیم تا امو منحنی بیضوی رسم میکنیم، یک نقطه اینجا، یک نقطه هم اینجا، یک نقطه اینجا. این چی میشه؟ این خطوط ما موازی و محورات باز بدن رسم میشه، روی از این شعات ما قرار میدیم. خب در مستوی ارتسام افقی، افقی ارتسام مستوی که مش بیضوی سرنگ رسمه و شکل دایره است، شکل بیضوی لیدل کیگه. افقی ارتسام مستوی که مش اکس محور لرو، وای محور لرو، کم محور شتون نلری، زید محور شتون نلری، که دیتا مش شتا امتداد ورکو داد زید محور کیگه، اما غایب شتون نلری. پس اطول قطر بیضوی عمود رازی په غایب محور باندې.
خطر اطول بیضوی در اینجا عمود بالای محور غایب میه و خطر کوچکش چیمه موازی به یا منطبق به محور غایب که ای که به کدام اندازه است یا ما ولی سرش صحبت میکنیم. به این ترتیب ما بیضوی را در اینجا رسم میکنیم. خب میایم بیضوی را در مستوی ارتسام جانبی رسم میکنیم. در مستوی ارتسام جانبی چی کار میکنیم؟ بازم محور غایب در اینجا چی است؟ محور غایب، محور زیته داریم، محور وای داریم. در مستوی ارتسام جانبی محور غایب محور اکس است که امتداد به محور اکس میشه. پس قطر اطول بیضوی باید چی باشه؟ عمود بالای محور غایب و قطر کوچکش موازی به محور غایب. به این ترتیب هم دوستا بیضوی را ترسیم میکنیم. پس این چه که بیضوی است؟ آیا ما امی دایره را به صورت بیضوی رسم کردیم؟ آیا ای درست است؟ به این شکل میه یا نمیه؟ ما میتونیم به این ترتیبی را چک کنیم. خب که چطور رسم میشه؟ مثباتش به کدام شکل است؟ ما در اینجا برازی یک پروسه داریم. پروسه ما قسم است که خط سرخ رنگ را که شما میبینین ای عبارت از چی است؟ خط سرخ رنگ ما در اینجا قطر اطول بیضوی است. ایچ دو پیدا شده. قطر اطول طولش از چی پیدا شده؟ قطر بر قطر اطول دوستا ما فرمول داریم که 1.22 دی. دی در اینجا چی است؟ دی در اینجا قطر دایره است. فرض میکنیم ما شما قطر دایره را به ما در پرزه ما اندازه کردیم 10 شده. پس 1.22 را ما ضرب 10 میکنم. 1.22 را که ضرب 10 کنیم 1.01 خانه اشاریه را این طرف میاره، این میشه 12.2. 12.2 را که تقسیم 2 کنیم 6.1 میشه. پس از این مبدأ که مرکز است 6.1 این طرف، 6.1 هم این طرف روی خط سرخ رنگ جدا کردیم، ما دو نقطه به وجود میاد. دیگه بر مثبات قطر کوچک 0.71D. این فرمول بر چی است؟ بر قطر کوچک. پس 0.71 ضرب 10. اگر قطر دایره 10 باشه، یک دایره و ما داشته باشه قطرش 10 باشه، بازم 1.01 این طرف میاره، میشه 7.1. 7.1 که تقسیم 2 میکنیم نصفش به طرف بالا روی قطر کوچک. ما شما گفتیم قطر کوچک موازی به یا منطبق به محور غایب است و قطر بزرگ چی است؟ عمود بالای محور غایب. نیم از او را بالا، نیم از او را به سمت پایین جدا میکنیم. 4 نقطه داریم. 1, 2, 3, 4. 4 نقطه پیدا شد. و دیگه چی میکنیم؟ 4 نقطه دیگر هم باید داشته باشیم تا منحنی به صورت منظم ترسیم شود. پس 4 نقطه دیگر هم ما شما قسم پیدا میکنیم که یک خط موازی به محور موجوده که محور وای است جدا میکنیم خط کیفی، و یک خط موازی به محور موجوده که محور وجود داره، یک محور غایب است، یک خط موازی به محور زای. روی از اینا ما شعای دایره را جدا میکنیم. قطر دایره که ده شد شعایش 5 میشه. 5 روی خط، 5 روی خط دو نقطه پیدا میشه. 5 به سمت بالا، 5 به سمت پایین. بعد منحنی لیکادی را گرفته به صورت یونیفارم یا یک نواخت تمام نقاط وصل میکنیم. عین کار در مستوی ارتسام افقی، عین کار در مستوی ارتسام جانبی اجرا میشه و میتونیم ایزومتری را در ایزومتری ما دایره را ترسیم کنیم. دوستان اگر ما شما بخواهیم یک قوس یا یک دایره به طریقه دوم بخواهیم ما کار کنیم، به طریقه دوم هم ما میتونیم به این ترتیب ما دایره را به صورت ایزومتری در مستوی ارتسام افقی مقابل و جانبی ترسیم کنیم. طریقه اسکیچ چی رقم است؟ locate the center of an ellipse. مرکز ایلپس باید یا مرکز دایره به صورت بیضوی میشه پیدا شود. construct an isometric square.
ما یک مربع ایزومتری که مربع و شکل معین دیده میشه در ایزومتری. Sketch arcs that connect the tangent points. نقاط که مماس است اینا را با هم ما وصل میکنیم که در اینجا شما با وضاحت رو دیده میتونیم. خب دوستا چطور ما شما میتونیم گیر رسم کنیم؟ اول ما دایره خود داخل یک چی میکنیم؟ دایره را داخل یک مربع. مثلا با ما شما به این ترتیب یک دایره داشت. در قدم نخست کار را که میکنیم ما میاییم این دایره را شامل یک مربع میکنیم. بیتر زمانی که داخل یک مربع ساخته میاییم مربع را رسم میکنیم بر ایزومتری. مثلا میاییم در اینجا مربع را رسم میکنیم. این مبدأ کمیات وضعی است. این نقطه چطور پیدا میشه؟ از مبدأ کمیات وضعیت چقدر فاصله داره این کنج مربع؟ بعد x مربع y مربع طول عرض مربع موازی به محور x موازی به محور y رسم میکنیم. بازم موازی به محور x موازی به محور y که رسم شد مربع رسم میشه. وقتی که مربع رسم شد میایم مرکز خود الپس پیدا میکنیم. مرکز از چطور پیدا میشه؟ وسط این خط یک نقطه میمانیم، در وسط این خط هم یک نقطه میمانیم. یعنی طول عرض مربع را ما نصف میکنیم. موازی به محور x موازی به محور y این دو خط ترسیم میشن. وقتی که این دو خط موازی به محورات ترسیم کردیم بعدا تقاطع دو خط مرکز با ما میده. خب مرکز ما شما پیدا کردیم، بعدا چیکار میکنیم؟ اینجا ما یک نقطه داریم، اینجا ما یک نقطه داریم، به می ترتیب ده اینجا هم یک نقطه است، ده اینجا هم، که چهار نقطه چی است؟ ناصف عمودی اضلاع مربع. از این راس یک خط عمود یا یک خط ارتباطی و از این راس هم یک خط ارتباطی به این دو ناصف مربع رسم میکنیم و از این کنج هم دو خط عمودی را ما رسم میکنیم یا دو خط ارتباطی را بالای این دو ناصف. تقاطع خطوط به ما دو نقطه آبی رنگ میده. است شیکو خپل دایره کش اخلو دا نقطه او بی نقطه دا مرکز نیسو او دا کنج لده کنج سره وصله و این نقطه او بی را مرکز میگیریم، این کنج با این کنج وصل میکنیم. بیا هم دایره کش اخلو دا نقطه مرکز نیسو دا او بی کرخه لده سره وصله و این نقطه سرخ رنگ مرکز میگیریم، این کنج با این وصل میکنیم. به این شیوه هم در مستوی ارتسام مقابل و هم در جانبی ما میتونیم دوایره در ایزومتری ترسیم کنیم. خب ارتسام نوع دیگه البته ارتسامات اکسونومتری ارتسام دیمتری است. مثالای کافی را بعد از پرزجات در جلسه بعدی انشاءالله به تفصیل ما مطالعه میکنیم. ایزومتری مثالونه قبل جلسه که تفصیل سره و انشاءالله. ارتسامات دیمتری البته در ماشین سازی یا رشته اتومکانیک یا در رشته میخانیک انجینری ما برخی از ماشینالات یا پرزجات ماشینری را داریم که طول از اینا نظر به ابعاد دیگهشان بیشتر است، طویلتر است، بزرگتر است. پس به خاطر ترسیم ازی ما باید او یک انحراف او را یک ذریب انحرافی به او مد نظر بگیریم، نسبتا از طولش ما کم کنیم. پس به این منظور ما میاییم از ارتسام دیمتری استفاده میکنیم. در ارتسام دیمتری طول محورات با هم مساوی نیست، زاویه بین محورات با هم مساوی نیست. مثلا این محور زاید شد، این محور اکس، این محور وای. چطور رسم میکنیم؟ محور زاید که رسم کردیم یک خط باریک فقیر رسم میکنیم، 8 واحد طرف راست، 8 واحد طرف چپ، دو طرف، طرف راست و چپ، 8 واحد جدا میکنیم. واحد کیفی البته، یک یک سانتی، 5 میلی میتونیم جدا کنیم. بعدا از تقسیمات 8 یک خط عمودی،
هفت واید روی از جدا میکنیم، یک نقطه پیدا میشه مبدا را، با این نقطه وصل میکنیم محور وای میشه، و از تقسیم هشتم اینجا یک واحد به طرف پایین از مبدا یک خط رسم میکنیم، این محور اکس میشه. بالا محور عمودی و محور زیت است، زاویه بین خط افق و محور اکس 7 درجه و 10 دقیقه است. ده افقی خط سره او ده وای محور سره زاویه 1.5 درجه او 25 دقیقه ده. میایم سر طول محورات. طول محورات به کدام شکل است؟ مثلا ما میخواییم دیمیتری نقطه ایره، قسمه که قبلا ایزومیتریش رسم کردم، دیمیتریش هم میخواییم رسم کنم. خب x، قیمت x نقطه A از مبدا تا اینجا x نقطه A میشه، از مبدا به طرف بالا زیت نقطه A، از مبدا به طرف پایین y نقطه x. خب وقتی که x y و زیت نقطه A رو ما فهمیدیم، میایم محورها رو رسم میکنیم. محورات چطور رسم میکنیم؟ محور x و محور زیت یک به نسبت یک است. هر اندازه ای را که از نقشه یا پلان ما میگیریم، بدون تغییر، بدون انحراف میاریم، جدا میکنیم. اکسش و زیتش. اما روی محور وای یک به نسبت دوست. به این مانا که اندازه وای تقسیم دو میشه، ای را نصف میکنیم. مثلا اینجا اگر ای 20 میلی بود، اینجا اینا 10 میلی است. میبینیم شما 10 میلی. دیگه تمام پروسه ترسیم ایزومیتری روی ازی تطبیق میشه. خب طریقه ترسیم دایره در ارتسامات دیمیتری به کدام شکل است؟ دوائر هم اینجا انحراف دار، البته در دو مستوی بیشتر به شکل بیضوی دیده میشه و در یک مستوی بسیار کمتر شباهت از حالت دایره برمده. البته با محور بزرگ 1.06 دی و با محور کوچک 0.35 دی با واقع در مستوی های افقی و جانبی. در این دو مستوی ما که دی در اینجا قطر دایره است ضرب میکنیم، اما در دایره که به شکل بیضوی در مستوی ارتسام مقابل رسم میشه، در اونجا تفاوت نسبتاً کمتر ضرب میشه، 1.06 دی با قطر بزرگ و با قطر کوچک 0.94 دی ارتسام پیدا میکنه و در مجموع پروسه عین پروسه ترسیم دایره را در ایزومتری از او پیروی میکنه. عزیزانو پر دی سلاید که مجلس دری ودانه و مختلف ودانه و شتون شکل دی ایزومتری، تریمتری او دیمتری وینو. پس همه در وینه ایسه پر کم شکل دی انحراف کردن. در اینجا ما سه پرزه و سه ساختمان داریم. ما میبینیم که اگر یک ساختمان به صورت ایزومتری قواعد ایزومتری را سر زود تطبیق کنیم، این ساختمان به کدام شکل انحراف داره، به کدام شکل دیده میشه. و اگر این ساختمان ما به صورت دیمتری ترسیم میکنیم، به کدام شکل دیده میشه؟ و به ترتیب به صورت تریمتری کی؟ اما فرق از این هاست، فرق ترسیمشان، فرق انحراف زوایا در اینجا. و اگر یک نگاه کوتاه روی ارتسامات در اینجا داشته باشیم، پروژکشنز یا ارتسامات در کل در دو کتگوری عمومی مطالعه میشه. یکی پرسپکتیف است که ارتسامات دورنمایی است که از جمله ارتسامات مرکزی است، و دیگر پرلر از جمله ارتسامات موازی است، ارتسامات مرکزی و موازی. ارتسامات مرکزی یا پرسپکتیف ما در سه کتگوری مطالعه میکنیم: 1 point perspective, 2 points perspective, 3 points perspective. دورنمای یک محراقه یا یک نقطه‌ای، دو نقطه‌ای و سه نقطه‌ای. ارتسامات پارالل یا ارتسامات موازی میتونه به صورت ارتوگرافیک و اپلیک تقسیم بندی شه، این ارتسامات قائم و مایل. ارتسامات قائم البته ارتسامات است که به صورت top, front و side، یعنی ارتسامات قائمه که بیشتر تمرکز روی قسمت فوقانی جسم باشه، ارتسامات که تمرکز روی مقابل پرزه، و ارتسامات قائمه که روی کنار پرزه باشه. و اکسونومتریک است
که به صورت ایزومتری، دیمتری و تریمتری ما شما قبلا هم گفتیم تقسیم بندی میشن و ارتسامات مایل البته میتونه به صورت کفلر و به صورت کپنت باشن. در کفلر ارتسامات خود سطح یا خود جسم به اندازه 45 درجه انحراف داره از خود مستوی که در ارتباط با مورا رسم میکنیم یا در تقابل با مستوی قرار داره و در ارتسامات کابینت خود جسم در حدود 63 الا 64 درجه در ای انتروال ای انحراف داره از مستوی که به او رسم میشه. بعض اوقات دوستا به خاطر ای که اشخاص که غیر فنی و مسلکی نیستن از روی نقش های دوبودی خصوصا کارگرها در ساحه نمیتونن بعض چیزا را تفکیک کنن، نیاز به این میشه که انجینر ساحه یا سایت انجینر به اونا سکیچ ها را انجام بده در نقشه ها به اونا در کاغذ های به اونا پاست پنسل سکیچ کنن بعض از قسمت های ساختمان بعض از گری ها را بعض از جای مهمه. پس سکیچ با نقشه چی فرق داره؟ سکیچ البته عبارت از اون نقشه است که بدون بکار برد وسایل نقشه کشی با در نظر داشت تناسب و اندازهای جسم به دست آزاد بدون لوازم رسم میشه و در سکیچ ها تمام قواعد یا استانداردهای طرح‌ریزی در او مد نظر گرفته شده و به خاطر استفاده یک مرتبه به تولید استفاده میشه، یعنی یک مرتبه ما شما از او استفاده میکنیم. اما نقشه ها در ساختمان ها من حیث یک سند تکنیکی دائم العمر با ساختمان قرار میگیره و همیشه از او استفاده میشه. زمان که ساختمان در ساختمان تغییر رخ میده رجوع میکنن به نقشه های تکنیکی، زمانی که ساختمان تخریب میشه قسمتش یا کدام صدمه میبینه به نقشه های تکنیکی رجوع میکنن. اما سکیچ ها فقط در جریان تولید به خاطر پرزجات و ساختمان ها یک مرتبه استفاده میشه، موقتی است. در نقشه او در سکیچ در منز کم توپیر شده عزیزانو اغدسه نقشه پا ودانایو که په هست یو تخنیکی سند همیشه شتون داری کلسه ودانه تا مرش پراختیا ورکو ودانه که کم استونز زلزله نوروز تا مثلا جوریگی یا ودانه نشست کهی مو به تخنیکی نقشو تا زو رجوع کهو او خپل سکیچونه فقط یو زل په جریان ده دیکست دا تولید مش جوړو یا ودانه جوړو دا دینه استفاده کو. اجرای سکیچ با کلم شکل است، ما سکیچ ها را روی کاغذ گراف توسط پنسل نرم البته به دست آزاد ما در نظر میگیریم. باز البته ساختمان ها بسیار بزرگ است، ما او را کوچکتر است اصل جسم و بعض ساختمان ها بسیار بزرگ است او را کوچکتر، بعض ساختمان هایی که کوچک است پرزجات کوچک است او را بزرگتر ما ترسیم میکنیم و او را خدمت همو گروپ انجینری تقدیم میکنیم. ما میتونیم که سکیچ ها را در یک باکس البته رسم کنیم. مثلا در قدم نخست باید محورات ایزومتری را به دست آزاد البته بدون خطکش ما رسم میکنیم، خط افق است، محور زید 30 درجه، محور وای 30 درجه، محور اکس است. بعدن اندازه های طول، عرض و ارتفاع نظر به بزرگترین بود خود پرزک ما نظر بونمو به مو اندازه رسم میکنیم. ما میخوایم این محورات ادامه میتیم طول، عرض و ارتفاع را تا دست آزاد تا به این ترتیب موازی به محورات یک جبه یا یک باکس ما رسم کنیم. بعدن ما داخل از یمو کندنکاری ها را موازی به محور وای و موازی به محور اکس، موازی به محور زید اندازه هایی را که ما از خود جسم میخوایم قیاس کنیم رسم کنیم او را در نظر میگیریم. قسمت هایی که کاتینگ میشه مثلا ارتفاع تا اینجا فرض کنیم این قسمت یک نقطه ما مونده میخوایم از این نقطه و از این نقطه را کات کنم و تا یک خط مایل اینه ما برش میکنم و این قسمت خطوط اضافی در اخیر توسط پنسل پاک میکنیم. به این ترتیب یک باکس ما شما سکیچ میکنیم و قسمت که کندن کاری داره اول باکس که مکمل ما ترسیم کردیم میتونیم باکس توسط خطوط بسیار باریک و خطوط که زیاد روشن رسم نکده باشیم رسم کنیم. بعدن
حدود که لازم است نیاز است او را ما زخیمتر و درشتر بسازیم و سکیچ خود را تقدیم کنیم. همدیشان بلا پر زده سی اول یو باکس رسم سوی او روز تلغنه پا دیه که کندنکاریان شوی اگر کن قسمتون سی ضرورت ده ده پرزه شکل ده روز تلغنه ده نور برخی مرش پاکو یاد رسم مایل سطح هوسی سطح مایل دو سوال مکعب مجموعی کلان ما رسم میکنیم بعد داخل از او اما قسمت هایی که نیاز ماست استفاده کردن قسمت های دیگر تاسته پنسل پاک را پاک میکنیم و یام مراتب یا ستیپ هایی که چطور ما سکیچ انجام میدیم. پوزیشن این آبجکت ما بدهی میکنیم پرزه خود به کدام شکل ما پرزه را جاگزین کنم به کدام شکل پرزه را ما موقعیت بتم تا بیشترین قسمت پرزه قابل دید باشد در سکیچ ما. سلیکت ایزومتریک اکسس محورات ایزومتری را برش رسم میکنم به دست آزاد. سکیچ اینکلوزینگ باکس اولی را داخل یک باکس جای میدم. بعد adding details همه قسمت های کندنکاری و قطع شده و جزیات دهی علاوه میکنم. dark and visible lines خطوط که پرزه را تشکیل میده او را مروشن میسازم سایر خطوط پاک میکنم. بیاد داشته باشین دوستا در sketch ایزومیتری و یا در کل در بخش سیبودی hidden lines یا خطوط نامرئی are omitted پاک میشه او را ما رسم نمیکنیم. جای از پرزه جای خطوط مثلا در اینجا ما از بالا به طرف پایین یک خط داریم عین چیز موازی به این طرف، اما خطوط نامرئی در ایزومتری رسم نمیشه. در پلان یا در نقشه خطوط ایزومتری ما رسم میکنیم اما در سیبودی تا زمانی که ضرورت مکمل و اشد ضرورت به اون نباشه ما رسم نمیکنیم. به این ترتیب یک پوزه دیگه هم سکیچ شده که یک کندنکاری مثلثی از او گرفته شده. مکمل باکس اول رسم شدن بعدا از این کنجا چقدر فاصله داره موازی به محور X، موازی به محور Z و موازی به محور Y این سه نقطه مانده شده و به صورت خطوط مایل یا با هم وصل شده به قسمت ما پاک میکنیم. همده شکل دوستانو بیا هم دیو سکیچ امغه پروسیس دیو پروسیس سکیچ لپاره اجرا کیگه اگر آغلی اول پرزه مو اخلو کم وضعیت که پرزه کیک دو کم وضعیت که پرزه ووینو سه طول برخی دلی دو وروی سلیک ایزومیتریک اکسس محورون رو تا انتخاب و سه پس شکل محورون رسم کو سکیچ انکلوزنگ باکس اول یاو باکس رو رسم و یاو مکعب مستطیل رسم و اد دیتیلز دده اغا جزیات سیدی پکیک دو او دارک انویزیبل لاینز اغا کمی کرخی سه معلومی گی اغا روخانه که اون. خب دوستان ما و شما ارتسام اکسونومیتری که ارتسامات اکسونومیتری هم خواندیم و ترسیم نما را هم خواندیم، یعنی از سی بودی به دو بودی و از دو بودی به سی بودی هم خوانده شد. حالی می خواهیم یک ارتباط بسیار تخنیکی را بین از اینا برقرار کنیم. چطور ما و شما نما را تحت کدام شرایط انجینری نما را ما انتخاب می کنیم؟ موضوع بسیار مهم است که نقشه را شما ترتیب میکنین، نقشه های دو بودی را و سی بودی را امی تصاویر را چطور شما جای بتین، چطور برای نما را انتخاب کنین. مراحل انتخاب نما در قدم اول تعیین موقعیت جسم است. جسم ما شما در موقعیت طبیعی خود باید در موقعیت طبیعی از او باید قرار بدیم. مثلا اگر ما این پرزه را مدر نظر بگیریم این موقعیت طبیعیش است که بیشترین قسمت اتکا را با زمین داره و اگر ما به این ترتیبی را رسم کنیم یا به این ترتیبی را قرار بدیم میبینیم که عرصه کدام تصور از عرصه مرتسم از این گرفته نمیشه، از مرتسم مقابل افقی و جانبی از این گرفته نمیشه. پس این یک وضعیت خوب نیست، وضعیت خوبترش ایست. پس در انتخاب نما کوشش شوه که پرزه جسم یا ساختمان در موقعیت طبیعیش باید ترسیم شوه. نماهای جسم باید مشخصات واقعی جسم، ابعاد و شکل را معرفی کنه. اگر ما به این ترتیب ایرمان نمای از ایره انتخاب میکنیم ابعاد واقعی از ایره به ما در هیچ یک از مستویات ترسیم نمیکنه. قدم دوم در تعیین نمای مقابل بزرگترین بعد جسم باید به عنوان طول از او انتخاب شوند. ما شما اگر نمای مقابل ما در اینجا دو واریانت داریم، لمره واریانت دیمورج داده سه دا پیس مقابل نما وسی دا جانبی وسی و دا مفقی وسی دلتا موج در کاغذ نسمه از امی استفاده نده کریم،
يعني الغاز ډېر سپینوالی لري، ډېره برخه سپینه پاتې ده، استفاده تر نه ده سوې. اما در انتخاب دوم یا در وریانت دوم ایره نمای مقابل میگیم، ایره افقی و ایره جانبی میگیم. پس طول پرزر ما بایست بزرگترین بودازی قبول کردیم. پس در اینجا یک وریانت مناسب است از نقشه از کاغذ خود استفاده مناسب و عظمی کردیم، تصاویر به صورت مناسب و درست ما استفاده کردیم بدون از اینکه ما فضای کامل نقشه را از دست بدیم، فضای مناسب از دست بدیم. در قدم دوم در عین نمای مقابل موضوعی که ما مد نظر میگیریم، اون نمای از جسم به عنوان نمای مقابل انتخاب شود که نماهای دیگر جسم در موقعیت طبیعی قرار داشته باشد. مثلا یک وضعیت کاملا نامناسب است، وضعیت خوب نیست، سرچپه رسم شده، مثلا نمای مقابل که در اینجا در تصویر قبلی ما شما داشتیم این معکوسا رسم شده و از این مفهوم خوبتر گرفته نمیشه، یک وضعیت مناسب نیست. دیگه موضوعی که در این نمای مقابل مد نظر گرفته میشه، نمای از نمای مقابل مد نظر گرفته شده که کمترین خطوط نادید یا نامرئی را داشته باشه. هر نما به حیث مقابل نما انتخاب اوسه بغی که دیر برخی در پرزه ولیدل شی، یعنی دیر لج نامر ای خطون ولیدی که چیره زد داغ نما به حیث مقابل نما ونیسم دلتا کما کرخه سه داغ کرخه ده دلتا نشکاری شکل دی نامر ای رسی، پس دامو نامناسبه ده. اما دلتا داده ایره هم لورای اخکاری، داده ایره هم اخکاری، داغ خط هم اخکاری، پس دامو مناسب حالت. حالت مناسب در تعیین نمای مقابل اوست که بیشترین قسمت پرزه قابل دید باشه و خطوط کمتر نامرئی را داشته باشه. در تعیین نماهای مناسب جسم معمولا کمترین نماها جسم باید انتخاب شود. زیاد نمای زیاد باید مد نظر نگیریم. مثلا در اینجا این نما و این نما مد نظر گرفته شده، برای این نما نمایی است که در اینجا دو دایره نامرئی است. پس اینجا تفسیر از این مشکل تر است، خوبتر نیست، تفسیر خوبتر از این نمیشه. اما در این ما و این ما اگر بایست نمای مقابل افقی ما بگیریم، تفسیر خوبتر هم از این میشه و ضمناً در حداقل یکی از دوائر در این قابل رویت داره و به سادگی قابل فهم است. بل برخه عزیزانو در نما و به تعیین که موش باید کوشش وکړو سه نماوی په نقشه که دست زای په زای کړو، سه د اندازه کول لپاره کافی او مناسبه فضا ولرو، فضای کافی به خاطر اندازه گذاری ما شما داشته باشیم. یعنی پرزا ما شما جاگوزین میکنیم نقشه هایش در نقشه نماهایش باید فضای کافی به خاطر اندازه گذاری به او باشه. پرزا رو ما رسم کردیم، داخل وقت که اندازه گذاری میکنیم اندازه گذاری از کاغذ بیرون میشه، پسی یک وریانت مناسب و خوبتر به نقشه های ما نیست. دیگه اوریانتیشن دادن یا اوریانت دادن پرزه هاست. به کدام شکل من سی بودی زیر رسم کنم؟ به اون شکل شما رسم کنین که یعنی در کل بزرگترین بود از اون موازی به مستوی ارتسام مقابل بینید قرار داره باشه. مثلا خطکش تیمانند اگه این رقم من رسم کنم حالت خوبترش هست، اما این حالت خرابترش هست. مثلا در اینجا پرزه ای حالت خوبترش هست، موازی با مستوی ارتسام مقابل قرار گرفت، اما این حالت ضعیفتر از ایست. مثلا در این دو شکل کدام واریانت بایست یک واریانت خوبتر است؟ این واریانت یا این واریانت؟ من که این واریانت، چون موازی با مستوی ارتسام مقابل است، بیننده میتونه از این یک تصور خوبتر بگیره. خب دوستا، رسیدیم به قسمت پایین و انجامی لکچر سوم. انشالله در مبحث چهارم یا در لکچر چهارم ما شما میریم به حل مسائل ایزومتری، یک تعداد مثال را به شما کار میکنیم و کوشش کنیم دوستا که لکچرهایی که به شما داده میشه قلم و کتاب چم رایتان باشه، با پنسل خودتان سکیچ کنین، پرکتس کنین، پرکتس زیاد داشته باشین، کار بیشتر کنین و کوشش کنین که لکچر بر شما مفید و مؤثر تمام شد. چون لکچرها از لابلای ده ها کتب جمع آوری میشه، پس
شما هم زحمت بکشین، چون مضمون گرافیک انجینری مضمون بسیار اساسی و مهم است، پس به دقت باید این مضمون فرا بگیرین تا در تفسیر، تطبیق و به می ترتیب طرح نقشه ها در آینده زمانی که شما به صنوف بالا میرین و یا انجینر میشین، فارغ میشین، مشکلات نداشته باشین. خب عزیزان، ما با استفاده از این ویدیوهای ثبت شده که شما جوانا بتانین از این استفاده کنین و به می ترتیب دوستایی که سالای بعد شما میه از این استفاده کنه، تانستم یک خدمت بسیار کوچک را انجام بدم. حال نوبت شماست.